بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما راجع به روایات قبل‌های آغازین بود، به اینجا رسیدیم که بعضی روایات را همش را تضعیف میکنن و عمدش را برمیگردونن به محمد ابن علی کوفی و مدعی هستن که بیش از 30 روایت را ایشون نقل میکنن. ما به اینجا منتهی شدیم که روایات ایشون حسب تتبعی که ما داشتیم 7 است، روایات در ارتباط با قتل‌های آغازین، نه 30 تا. و این 7 هم بعضی هاشون از نظر متنی مشکل ندارن، ممکنه بعضی هاشون مشکل داشته ولی بعضیش مشکل ندارن. 2 تا روایت را ما در این زمینه خواندیم. روایت سوم صفحه 473 جلد 4 از معجم، حدیثی است که مرحوم نعمانی صفحه 236 به سند خودشان از محمد ابن علی کوفی نقل میکنند که ایشان هم از احمد ابن محمد ابن ابی نصر از ابن بکیر تا به زراره و از امام باقر. روایت اینه: قلت له صالح من الصالحین سمه لی. به امام عرض کردم که یکی از صالحین را من در نظر گرفتم، خلاصه اسمشو برام ببر، توضیح بده برام. بعد عرض کردم که عبارت عوض میکنم، راوی میگه عرض کردم که اريد المهدی، اون صالحی که در نظر گرفتم منظورم حضرت مهدیه، اسمشو برام ببر. امام باقر فرمودن اسمه اسمی، دیگه از اون روشن‌تر اسمه اسمی. قلت ایسیر و بسیرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیا ایشان همون سیرت و سیاست و روش و منش پیامبر اکرم را پیش میگیرن؟ قال هیهات هیهات یا زراره. راوی زراره بود دیگه، آقا 2 دفعه فرمودن هیهات روش امام زمان اون نیست، ما یسیر و بسیرتهی، اشتباه نشه، نه این که سنت امام زمان غیر سنت پیامبر اکرم، نه خیر، احیاگر سنت نبوی شکی درش نیست. اینایی که متهم میکنن که امام زمان روحی فدا قرآن جدید میاره، نه ما هم چیزی نداریم، تو روایات نداریم، دین جدید نه هم چیزی ما نداریم، همون دین پیامبر اکرم. اما آیا روش ائمه کلن یکسان بود؟ آیا روش پیامبر اکرم، ایشون میخواد در این روایت از امام سوال میکنه که روش برخورد با مردم چجوریه؟ همون روش پیامبر اکرمه که تسامحه. خود امیرالمومنین روحی فدا با تسامح برخورد کنه. یه جمله رو من از ابن ابی الحدید از خودش از استادش یادم میاد، الله حتما شما یادتون هست، من تو درس خارج کلام گفتم که میگه اگر بعض همسان پیامبر
اون موضعی را که در برابر امیرالمومنین گرفته بودند، اگر اون موضع را در برابر خلیفه دوم می گرفتن لقتلها، اون زن را خلیفه دوم می کشت و بله و تیکه تیکش می کرد، تیکه تیکش می کرد. اگر اون روشی را که واضح چرد می کنم یا نه، اون روشی را که بعضی از زنان پیامبر اکرم در برابر امیرالمومنین گرفتن، اگر اون روش را در برابر خلیفه دوم می گرفتن، ابن ابی الحلی حالا یا از خودش از استادشه که خلاصه می فهمد که او را می کشت و تیکه تیکش می کرد. اما صبر امیرالمومنین، حلم امیرالمومنین ایجاب کرد که اینجوری برخورد کند با اونها. حالا این روایت از امام سؤال میکنه که روش و منش و حرکت و سیاست امام زمان همون روش و منش و سیرت پیامبر اکرم است. آقا فرمود نخیر، ما یسیر به سیرتی، قلت و جعلت فداك لما، چرا؟ امام فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صار في امته بالمن. دیدید حتی در آخرین لحظه برخورد با قریشی ها، برخورد با اهل مکه، برخورد با امویین که آخرین تیری که در ترکش داشتن زدن و باور نمی کردن که غافلگیر بشن و محاصره بشن. اگر این صحنه غافلگیری و محاصره نبود، معلوم نبود حالا اینا تسلیم بشن. در این حال پیامبر اکرم چه فرمود؟ انتم طلقاء و من دخل دار ابی سفیان فهو آمین. روش پیامبر اکرم اینجوری بود، صار فیهم بالمن، کان یتألف الناس، دنبال این بود که حد اکثر را چکا کند، جذب کند. المؤلفه قول پول، اصلا وجهی مبالغی را تعیین کرده بودند برای تألیف قلوب. جنگ هوازن و سخیف را ببینید که چقدر پیامبر اکرم به ابو سفیان غنیمت داد. گنه و الله، نمیخوام استغفر الله اعتراض مقام، نه میخوام تاریخ را نقل کنم. گنه خودش فاتح بوده، گنه خودش فرماندهی میکرد. اونقدر پیامبر اکرم به ایشون داد، گفت که خب برای پسرم مقام باشه، بونم بدید، بگید بیاد، ولی پسرم نمیدارم یزید بون بدید. دیگه چیزی نموند انصاری که اونا خودشون در جنگ بودند و دست خالی برگشتن، بعضی اعتراض کردن. پیامبر فرمود که کدوم براتون بهتره؟ اونا با نمیدارم غنائم و نمیدارم شطور و کذا و کذا برگردن و شما با من برگرد. الان بخشی را برای تألیف قلوب تعیین کرده بودن. عبارت عوض کنم، شما درست کنید، والمهدی یسیر بالقتل بذالک امر فی الکتاب الذی معه. ائمه طاهرین همه طبق دستور حرکت، امیر مومنین اصبر، نصب سلاح نبر تا مدت، خود پیامبر اکرم اصبر، 13 سال دست به سلاح نبردن. ائمه طاهرین از امام زین العابدین علیه السلام دیگه مأمور به دست به سلاح بردن نبودن. هر کدام کتابی دستور العملی دارد
و امام زمان یسیر بالقتل، سنتی از پیامبر با ایشون است. چیه سنت؟ از سیف شمشیر امرشه. یسیر بالقتل بذالک عمر، در اون کتابی که دستور العملی که امر امام زمان است که ان یسیر بالقتل، که بالاخره مخالفین را بکشد. ولا یستتیب احدا، ازشون نمیخواد یالا بیا تو بکن تا کارت نشته باشه. ویل لمن ناواه، وای به حال کسی که مخالفت کنه با این. خوب، یکی از روایاتی است که جای بحث، هرچند به نظر من مشکلی نداره، ولی این را بعضی ها دستاویز قرار دادن که چطور میشه امام زمان یسیر بر راویش همین آواست، راویش کوفیه، این روایت مشکل دارد. من عرض میکنم که خود روایت صریحه که دیگه دوران مدارا گذشت، دوران تسامح گذشت. پیامبر اکرم علیه آلاف التحیه و السلام مسامحه میکردن طبق دستوری که داشتن، تعریف بین قلوب بود و حسابات بعدی رو که حساب میکردن. امیر مؤمنین از تسامح استفاده میکرد، از من استفاده میکرد، منت میگذاشت برای شما، بالاخره رهاشون میکرد و یسیر به من طبق روایات، چون حساب بعد میکرد. حکومت ها دست دیگران میفته، ما ممکن است به استناد همین فعل امیر مومنین بیان باقی مونده شیعه را قتل عام کنن. اما امام زمان دیگه بعد از حکومت، چون دیگه حکومتی نیست، مفصل در کی بود دو سال قبل بحث کردن. نیان بعضی هایی بگن حکومت دست فرزندان امام زمان است، این اصلا مشکل سندی داره، زمانی نمیماند برای حکومت که فرزندان یا غیر فرزندان حکومت کنند. امام زمان هنگام ظهور هستند انشاءالله تا قبل از قیامت به چند روز. منافات نداره ما را جد ببینید دو تا بحثه، رجعت ائمه است، رجعت پیامبر اکرم، این از مسلمات، این از ضروریات مذهب ماست، رجعت رو کسی نمیتونه زیر سوال ببره. ولی آیا رجعت برای حکومته؟ دو تا بحثه. اصل رجعت هست، شکی درش نیست. آیا رجعت برای حکومته؟ یکی دو تا روایت بیشتر نیست، هر دوشم مشکل داره. آیا رجعت برای تشریفات بها دادن به حکومت آقا امام زمان است، یا برای حکومت است، حکومت خودشون است ائمه، یا نمیدانیم؟ بالاخره سه احتمال. ما رجعت رو منکر نیستیم، اما حاکمیت ائمه را، البته حاکمیت امام زمان یعنی حاکمیت ائمه، این حاکمیت پیامبر اکرم، شک در این نیست. اما این که به طور مستقل امام حسین 40,000 سال طبق بعضی از روایت حکومت کنه، خب روایت مورد بحثه. امیر المؤمنین لا یملکن، مورد بحثه. دو تا روایت، سه تا بیشتر نیست، هر چیز مورد اشاره. پس بعد از حکومت امام زمان حکومتی نیست، اگر هم باشد به فرض، اگر هم باشن، حکومت دست ائمه است، حکومت دست معصومینه، یعنی نوبت به دیگران نمیرسد تا اونها بیان با شیعه ها برخورد مقابل بکنن. البته طبق روایاتی که اسرائیلیات است و در کتب دیگر اندیشان آمده است، بله دوباره 50 سال یا 100 سال یا 200 سال دوباره اوضاع به هم می‌ریزد.
از قبل هم از قبل از ظهر و زمان هم بدتر میشه. این اسم قبول نداریم که دوباره اوضاع به هم بریزه، دوباره هرج و مرج بشود، دوباره امنیت. فقط امنیت کجاست؟ فقط توی بله بیت المقدس، هیچ جا دیگه امنیت نیست. این روایتشو من انشاءالله بعد از این بحث اگر توفیقی بود، عمری بود، روایات رو من بررسی میکنم. قضیه نقش حضرت عیسی عمدتاً این روایات که بعد از حضرت عیسی دوباره اوضاع به هم میریزه، که انه نقش اساسی رو به خود حضرت عیسی دادن. همون شعار معاویه است، لا مهدی الا عیسی. امنیت با حضرت عیسی است، ایشون هم که رحلت کردن دیگه دوباره ناامن میشه، محوریت باشون. اینه ما بحث خواهیم کرد. این روایت که از معاویه است و حضرت عبدالله ابن عباس هم ردش کرد، روایت دیگر هم که یه سرش اسرائیلیات است، اینه ما بحث انشاءالله بحث خواهیم کرد. پس ما عقیدمون این نیست که بعد از امام زمان ناامن. بعد از امام زمان دیگه 40 روز است، 40 روز هم دیگه مقدمات قیامت بحث و مشهوره دیگه، ایام تکلیف نیست. مقدمات اینو روایت گفتن و بر طبق این روایت هم نظر دادن، شیخ مفید نظر داده، اعلام الورای طبرسی نظر داده، همین میگن که بعد حکومتی دیگه نیست. اگر روایاتی که لم یثبت، شیخ مفید میفهمد که بر روایت دارید مثلا بعد اون زمان حکومتی هست، حکومت اولاده لم یثبت، قطعی نیست این روایات. پس این روایت را که ظاهرش این است که امام زمان سیاستشون سیاست پیامبر اکرم نیست، پس این روایت که میفرماد که حضرت به من و با به اصطلاح سیاست تألیف قلوب، نه نه ایشون اینجوری حرکت نمی کند طبق دستوری که دارد، با مخالفین با قاطعیت برخورد می کند. البته این تعبیرم که در اینجا هست باید ما روش بحث کنیم که لا یستتیب احدا، یعنی چی؟ توبه کسی را قبول نمی کنه. هنوز که عالم عالم تکلیفه، تا زمانی که روح در بدن باشد طرف عاقل باشد، بالغ باشد، توبه کنه توبهش قبوله. توبه کسی را قبول نمی کنه یا درخواست نمی کند که بیان اظهار پشیمانی کنن، نه، جزاشونه که به دستشون میگذره. یا نه، مراد لا یستنیبه، در این کارها نائب نداره، خودش مورد عمل میشه. این بود ما بحث بکنیم، لا یستتیبم باشه، ما باید درش بحث کنیم که بالاخره واقعا دوران امام زمان دورانیست که دیگه توبه قبول نمیشه، که خلافه، قطعا توبه قبول میشه. پس این نسبت به چیه اگر متنش همین باشه؟ بله؟ نه نه، ببینید، لا یستتیب یعنی طلب، الف سینتا دیگه چیه؟ الف سینتا برای طلب، طلب نمی کند بیا توبه کن کارتو ندار، اینجوریه؟ یا نه، اگه خودشون آمدن توبه کردن بازم آقا قبول نمی کنه. بعد اون وقت تازه نسبت به کی؟ ما همون طلب توبه، این از کسی یا نه خودشون هم بیان بگن توبه کردیم واقعا نمیپذیریم، نسبت به کی؟ نسبت به همه؟ قطعا اینجوری نیست، این خلاف اصول اعتقادات و روایات ماست. پس شاید یه عده خاصی هستن، عده خاصی هستن که حق را میبینن، حق را دیدن و در برابر حق دهن کجی میکنن،
و تا اون مدت عمرشون همین بوده. یعنی واقعا سفیانی میدونه که باطله، جریان سفیانی نمیدونه که بر باطل هستن و همینجور آفت بلاد همینجور کشتند و حتی که کردند و حتی که احراز کردند که اینا براد باشد برگردون حق الناس. خود همین یه بحث. پس این روایت که دستاویز بعضی قرار گرفته است و کل روایات قطعه‌های آغازین رو زیر سوال میبرن به استناد این سنخ روایات. خب راویش کیه؟ محمد ابن علی کوفی. خب محمد ابن علی کوفی فرض کنید این روایت نقل کرده، ده تا روایت دیگه هم به نفع نقل کرده. حالا من اجازه بدید یه وقت باشد محبت کنم کتاب آقای خویی رو، آقای ابو سمینه رو من یه بله اگر ایشون باشد از شما میخوام، از عزیزان میخوام یه مراجعه بفرمایید. ما چند تا محمد بن علی کوفی داریم، لااقل 4-5 شما رو ما آقای خویی در اینجا نقل میکنن. ببینید این محمد بن علی کوفی چون بعضیشون ثقه هست، همین ابو سمینه است. اگر این باشد خب ما باید مشتبه تحقیق و بحث کنیم. ممکن است که مشترک باشه بین ثقه و این شخص. خب روایت نتیجه تابع اخص مقدماته، باز روایت مشکل پیدا میکنه حتی اگر مشترک باشه. ولی حالا بعضی تأکید میکنم میگن همین آقاست. خب اگه این آقا باشد مرحوم نجا که بموندن ضعیفون جده فاسد الاعتقاد، نظر اعتقادی هم مشکل داره. لا یعتمد فی شیء، اصلا به حرفاش اعتماد نمیشه. و کان ورد قم، ایشون این مدتی هم طلبه قم بوده، خدا سایه قم را مستدام بدارد، خدا این حوزه مقدسه را آن به آن بر عزتش بیفزاید، خدا نجف اشرف را حفظ کند، حوزه های امام صادق هر کجا که هستن خدایا بر عزتشون بیفزا، ما هر چی داریم برکات حوزه هاست. بگذارید بعد شون قم آمدن وشتهر بالکذب بالکوفه، و همون کوفه ایشون مشهور به دروغگویی بوده. خب و نزل علی احمد ابن محمد ابن عیسی مده، مدتی هم حجره احمد ابن محمد ابن عیسی بود. ثم تشهر بالغلو، علی و برکز معروف به غلو هم شد. فخزیه اخرجه احمد ابن محمد همجره نه تنها از حجرش بلکه از قوم بیرونش کرد. خب وله قصه. خب اینو مرحوم آقای نجاشی میفرماید. بله ابن شازان هم بعضی از روایاتش را نقل میکند. شیخ طوسی میفرماید که اخبرنا بذلک جماعه روایات ایشان را الا ما کان فیه تخلیط او غلو او تدریس او تدلیس او ینفرد به، روایتی که تخلیطی باشد، تدلیسی باشد، غلو باشد، یا روایتی که خودش به تنهایی نقل کن، ما قبول نداریم. آیا روایات قتل‌های آغازین رو فقط خودشون نقل میکنه؟ دیگران هم نقل میکنن. خب ولا یعرف، یعنی روایاتی که خودش نقل میکنه و از طریق دیگرم به ما نرسیده باشد. خب این مطالب رایشون نقل می کند. بعد دیگه فضل ابن شازان هم فرمودن که در بعض کتاباشون که ایشون من کذابین المشهورین چند نفر هستند. بله و یونس ابن زبیان و یزید سائق و محمد ابن سنان و ابو سمینه اشهرهم،
اینا رتبه اعلایی دارن در کسب. باز از فضل ابن شازان نقل شده که کدت ان اکنت علی ابی سمینه قال قلت ولمه استوجب القنوت من بین امثاله. میگه نزدیک بود تو نماز قنوت نماز نفرینش کنم. میگه گفتم برای چی؟ برای چی در بین این هم روات اینو میخوای نفرین کنی؟ قال اینی لأعرف منهم ما لا تعرفو. چیزایی از این آقا میدونم که شما نمیدانی. خب آقای ابن الغزائری هم گفته کوفی کذاب قال دخل قم و اشتهر امره بها و نفاه احمد ابن عیسی. بعد نگاه کن تاریخ احمد ابن عیسی نگاه کن بعد پشیمون شد. هر کس که یک مقدار اینا میخواستن روایات صحیح اعلایی را نقل کنن، هر که یه شبهه‌ای داشت فرام از قم بیرونش میکرد، بعد هم بعدا تو رو باید ببینید پشیمون شدن. بله بعضی کارا بله. بعد میگه که بکان شهیرن فی الارتفاع، خیلی شون در ارتفاع یعنی غلو مشهور بود. لا التفت اله ولا يكتب حديثه. خب در اینجا چند تا نکته را مرحوم آقای خویی نقل میکنن. میفرماد که ما شکی نداریم که این آقا که ملقب به ابو سمینه است ضعیفه و ابن ولید هم روایاتش را استثناء کرد. هر کس را که استثناء کند میشه چی؟ ضعیف. اما یه نکته هست و آن این است که ایشون در اسناد کامل زیارت طبق مبنای خودشون در مقدمه کامل زیارت اون را از ثقات نقل میکنن. خب اینم جزء رواته، پس میشه چی؟ ثقات. جزء ثقات میشه، منحل میشه. این توثیق عام به توثیقات خاصه منحل می شود. خب کسی که مبنای آقای خویی را که البته خودشون هم برگشتن از مبناشون، ما هم تا مدتی همون مبنا را داشتیم ما هم برگشتیم، کسی که این مبنا را می پذیره بایدشون را ثقه بداند. خب مطالب مفصلی هم ایشون دارد. بله چند تا مطلب دارد در آخر. علاقین این شخص یک مقدار مشکل داره، نه این که مشکل نداشته باشد، ابو سمینه بر فرضی که راوی همین باشد، ولی گاهی خود متن قوت دارد، گاهی خود متن نظائر دارد. این روایتی که ما الان برای شما نقل کردیم به استثناء عبارت آخرش که جای بحثه، چی داشت عبارت؟ لا یستطیق یا لا یست وقت داریم؟ لا یستطیق یا لا یستنیب. غیر از این ما باز روایت دیگری هم داریم، اما روایت باید بحث کن. حالا جایش نیست، ما انشالله به اون بحث که میرسیم که آیا توبه در دوران امام زمان بله قبول می شود یا نه، این بحث رو مطرح می کنیم، روایات را نقل می کنیم، معارضات را نقل می کنیم، ببینیم به کجا می رسیم. خود همین چند جلسه بحث می کنیم. صفحه بله 474 هم محبت کنید، 474 محبت کنید روایتش را. بله روایتی است که باز غیبت نعمانی نقل میکنه. غیبت نعمانی صفحه 238 باز نعمانی به سند خودش منتهیش میکنه به محمد ابن مسلم از همین آقا کوفی. محمد ابن مسلم میگه سمعت ابا جعفر از امام باقر شنیدم فرمودن لو یعلم الناس ما یصنع، عبارت عوض میکنم، لو یعلم الناس ما یصنع المهدی اذا خرج
لأحب أكثرهم أن لا يروا الناس. اما خب چیزی ترجمه کنید؟ یعنی چی؟ یه وقت سرچ کنید، تحقیق کنید، ببینید ناسی که در روایات آمده اشاره به کیه؟ اشاره به دگراندیش هاست و شاید نظر به اون متعصبینشون، اون نواصبشون، اون کسانی که کار دستشونه، اون کسانی که پشت پرده مردم را اغوا و گمراه، شاید نظر اونها باشد. لو یعلم الناس، نه که مردم، مردم بدون امام زمان چه؟ مردم واضح از امام زمان برای بست عدل و داد و جمع کردن بساط ظلم آمده و به قدر لازم جامعه گرفتار ظلم و بی عدالتی و کشتار و خموزی شده است. دیگه دنبال کسی نیستن که باز همینا را چه کنه؟ دنبال کنه. نه، جرم اینها را بگیره. پس این ناسی که در اینجا هست شاید اشاره به عده خاصی است که مسبب جنایات و مسبب این همه ظلم در جامعه است. امام میفهمد که اگر اینها بدونن به این راحتی، اونم امام باقر، امام باقر دوران تقیه است و اختلاف به امام باقر ندارد. عرض کردم شما سرچ کنید ببینید که ناسی که در روایت آمده است معمولا اشاره به، معمولا نمیخوام بگم همیشه، اشاره به دیگر اندیش هاست. خب لو یعلم الناس ما یصنع المهدی اذا خرج لأحب اکثرهم من لا یرو، اصلا دوستان که حضرت رو نبینن، نیاد حضرت. چرا؟ مما یقتل من الناس، اینا را بعضی میان اشتباه ترجمه میکنن. یعنی امام شمشیر دست بگیر از دم همه جور میکشه میره جلو، پس بر کی میخواد حکومت کن؟ یقین متاسفانه این وهابی ها و این نمیدارم شبکات پترو دلار هم این روایت را میگیرن و هی مطرح میکنن برای این که پوشش قرار بدن بر جنایات عمراشون. محور کجاست؟ امام با کی درگیره؟ اما بعضی اون دیگر اندیشه با بعضی اونها، نه با همشون، نه با همشون. دیروز روایت رو خوندم براتون، دمشق الان رو در نظر بگیرید، چند میلیون جمعیت، همه شیعه هستن، یه دوست محله شیعه نشینه، ولی بلایی سر این دمشق میارن که وجت ملائکه تو سما، ملائکه آسمان به زجه میاد، بعد به دستور خداوند عز و جل جبرئیل میاد علی سوره چه مسجد دمشق، اونجا فریاد میزند قد جاءکم الغوث یا امت محمد، دو دست هم میفرماید فریاد رس آمد. یعنی چی؟ او خب اونجا که دیگر اندیش هستم که اونا هم تحت فشار هستن، اینجور نیست که همه فرض کنید که به اصطلاح دیگر اندیش هستن. نه، باید روایات فهم روایت رو نمیدونم فقه و حدیث باید ما داشته باشیم. منظور این نیست که ما بده از دم حتی دیگر اندیش ها حتی دم رو بکشن، نه اینجور نیست. یه سری بی اطلاع هستن، جاهل قاصر اگر داشته باشیم بی اطلاع هستن یا ناسبی نیستن، عمود نیستن. یه سری هم نه، واقعا من دیروز دیدم، انشاءالله این فیلم وارد نداشته باشد، دیروز دیدم همینطور تا الان یادم میاد ناراحت میشن، اتوبوس ها پر مسافر، اونم فقرای پاکستان،
این کسی که با ماشین پا میشه، ماشین قرازه از پاکستان میاد برای ایران و برای عراق، این دیگه پیداست چقدر وضع مالیش ضعیف. برای باید ما میامد چهار تا اتوبوس رو همه جور زدن، آتش کشیده شده، در حال حرکت هم هست، بیچاره ها نمیتونن بیان پایین، کشت بیرون میستادن. شیعه کافر، الله اکبر، شیعه کافر، نه یکی نه دوتا نه دهتا نه پنجاهتا، همینجور کف و هورا، شیعه کافر، شیعه کافر، باش شیعه کافر. اگه پیامبر کم کفر با آتش میزد کجا هست؟ بله بعضی از حکام مدینه این کار کردن، پیامبر این کار نکرد، کافر هم باش. خب مگه نمیگید لا روایت که نقل نمیکنید لا یعذبه بله بالنار الا رب النار، و چهار تا ماشین رو با مسافرش با آتش میکشید، بعدم فیلم مدنی میکنید شیعه کافر میگید. همه اهل سنت که اینجوری نیستن که، خیلیش از این قضایی ناراحت هستن، یه گروهکی هستن، اینها گروهک ناسبی هستن، انسان هایی هستن که مسخ شدن. همون فرمایش آقا امام حسین روحی فدا بعدی که سخنانی اول سخنانیشون در ملاقات با دشمنان، بعد هم بودن که بالاخره شکمهاتون از حرام پر شده، اونی که حرام خوری کرده، گوشتش پوستش استخوانش حرام خوریه، اینی که نمیاد حرف امام را بشنود، به امام تعدی و به امام خون امام را مباح میدن تا برسد به خون زوار بله امام، به خود امام جسارت میکند، دیگه زوار امام براش مشکلی نیست. روایت اینه میفهمد که آقا نشسته این وقت. خب الحمدلله رب العالمین.